من یه سوال از شما بزرگم اولا در مورد اینکه محل انتشار این چین بوده باشه محل بحث خود چینی میگن اینکه اولین بار در چین کشف بشه دلیل نمیشه که محل انتشار چین باشه این اولین بار اونجا کشف شده دلایلی دارن که محل انتشار امریکاست چینیا و تعداد زیادی از مردم آمریکا قبل از اینکه کرونا اینطور کشف بشه و ثبت بشه مردن و اینا همه اینا رو به اسم آنفلانزا فاکتور کردن اوضاع آمریکا هم وخیم اینا نمیخوان تعداد و عدد و رقم رو زیاد بگن اما نکتم سر اینه که آیا آمریکایی که اولا چه بسا کانون انتشار بوده حالا با این تحقیقات جدید که داره بررسی میشه حالا اصلا نباشه چین باشه زمانی که اینا اولین مورد کرونا رو پیدا کردن این تکثیر این ویروس و در واقع انتشار دادن و دیگه برای اینا کاری داره فکر امریکا. از آمریکا بعیده از این ها بعید ازشون بر نمیاد مثلا این ویروس رو بیان آلوده بکنن هایی رو که بر مردم یه جای بیشتر بگیرن ها بر آمریکا ب... من یه مثال میزنم اونها پیاده نظام به اسم منافقین و مجاهدین خلق ندارن که 17 هزار تا 17 18 هزار تا از مردم رو به خاک و خون نکشیدن تو تحریم ها همراهی نکردن عملا نامه ننوشتن و درخواست نکردن از رئیس رئیس جمهور آمریکا که به ایران حمله نظامی بکنید اینا بعیده ازشون که مثلا بیان محیطای رو آلوده بکنن کاری داره براشون شما فکر میکنید در همین ماجرای این ویروس انتشار این ویروس این حجمه خبری در دنیا من میدیدم بی بی سی با توجه به اینکه ماسک در کشور که اومده بود صبح تا شب خبر میرفت که چرا ماسک نیست چرا ماسک نیست مردم بعد ماسک داشت بزنن به صورتشون که نگیرن درست شد بعد خدمت شما عرض بکنم الان که این سرکله کرونا در کشور خودشون هم اتفاق در پیش اومده پیدا شده میبینم دارن خبر میزنن در انگلستان که نه فقط افراد مبتلا باید ماسک بزنن اصلا افرادی که مبتلا نیستن دلیلی نداره ماسک بزنن ببینید این آدم داره تمام اینها رو جلو چش شما داره اتفاق میفته حجمه عظیمی که روی ایران وجود داره به خاطر چی به خاطر اینکه ایران باید یک نگاهی از ایران بیرون داده بشه که ایران قرنطینه ایران محصور ایران خطرساز ایران عامل انتشار ویروس عفونی این میزان از انتشار و نحوه انتشار از قوم طبیعی نیست اصلا شروع این انتشار از قوم طبیعی نیست اگر چینیا وارد شدن خب اومدن فرودگاه امام فرودگاه خب بیشتر میان تهران خب چرا بعد اول تهران کانون انتشار بود چرا قوم بعد نکته این که شب انتخابات یه اعلام بشه که دو نفر مردن خب اینا کی گرفته بودن که مردن تازه این مرده ها از اون دو درصدن که میمیرن چند نفر گرفتن که عملا ویروس وایرال شده پخش شده همه جا رفته بعد شما تازه دارید این فضا شب انتخابات من اونجا یه توییت زدم گفتم ظاهرا این خیلی هوشمند این ویروس شب انتخابات رو پیداش میشه بحثم این نبود که مردم نباید مراد کنن نه منم بحثم این بود من خودم رفتم انتخابات استامپ رو انگوش نزدم دستم ملاحظه کردم من رفتم رأیم هم دادم خب برای اینکه این, این فضا بود چطور با چین چیکار کردن الان خود یکی از این دوستان تو دفتر ما یه بنده خدا از چین داشت میاد بهش گفته یه پاور بانک برام بخره به محض اینکه ماجرای کرونا چین سری تماس گرفته بود که نه اونو لغوش کرد دیگه نمیخوام خب برای چی به خاطر اینکه نگاه کنید الان یه کالای چینی دقیقا تو ذهن میشه معادل عفونی بودن معادل کثیف بودن سالها طول میکشین ذهنیت پاکشه در واقع ایجاد ادراک صورت میگیره ما تو بحث رسانه میگیم این ادراک به وجود اومده که کالا اگه شما یه جا بدید مثلا یه کالا دیال ژاپنی باشه چینی باشه دیگه ژاپنی جو جا میخرید آمریکایی باشه چینی باشه آلمانی باشه چینی هر نمیخرید گزینه سومتون برای انتخاب چرا چون این تصور به وجود میاد خب و همین حس و اینا تو منطقه نسبت به ایران به وجود آوردن یعنی شما نگاه بکنید رئیس اف دی, دی بنیاد س... تمام صهیونیستی ابراز خرسندی میکنه میگه کاری که کرونا با ایران کرد تمام تحریم های ما نتونست انجام بده چون آمریکایی دیگه تر تحریم به انتها رسیدن یه هیچ کار جای دیگه نمیتونن انجام بدن کرونا توانه صادرات غیر نفتی ایران را متوقف کند ببینید خب اینا دلایلی که آدم کنار هم میچینه به این ماجرا مشکوک میشه حالا گذر زمان هم اینو اثبات خواهد کرد باید حتما به این دستوراتی که حالا داره داده میشه توسط وزارت به بهداشت دقت بشه از اون طرف هم بله مردم یه جای کم هایی دارن میبینن میخوام بگم حالا عمدیه نه حالا سهون باشه بالاخره طرف میبینی یه فرتی سالا گروهی جریان سیاسی چیزی کارآمدی درست حسابی ندارن و مردم دارن اذیت میکنن خب اینا هم نتیجه انتخاب های خود ماست انشالله که خداوند مرض و بیماری و ابتلاعاتی از این دست رو از شیخانه امیرالمومنین دور بداره